تراژدی داریوش مهرجویی برای همه دردناک بود. تو این ویدیو میپردازیم به اتفاقات و اطلاعات به دست اومده از این فاجعه هولناک در روزهای اخیر و در انتها مراسم خاکسپاری این دو عزیز، یعنی داریوش مهرجویی و همسرشون وحیده محمدی فر، که قرار بود از ساعت 10 صبح چهارشنبه 26 مهر ماه در پهنه رودکی تالار وحدت با سخنرانی هنرمندان برگزار و در ادامه پیکر اونها به قطعه هنرمندان بهشت زهرا بدرقه بشه. اهالی سینما، دوستداران هنر و هر کسی که یک بار پای تلویزیون نشسته یا به سینما رفته باشه در این دو هفته اخبار چندان خوشایندی نشنیده. اول از همه خبر درگذشت فردوس کاویانی منتشر شد، چند روز بعد خبر درگذشت آتیلا پسیانی در فرانسه و هنوز 72 ساعت از مراسم تشییع پیکر این هنرمند نگذشته بود که یک خبر بسیار سنگین جامعه هنری و مردم ایران رو در شوک فرو برد و اون قتل داریوش مهرجویی و همسرش بود. بیشتر فیلم‌های مهرجویی ناخواسته تیغ دردناک سانسور رو پذیرفتن. اون احتمالاً تنها فیلمسازیه که هم پیش از انقلاب فیلم‌هاش توقیف شده و هم پس از انقلاب. کانون کارگردانان سینمای ایران هم در کنار خانه سینما 3 روز عزای عمومی اعلام کرده بود و در بخشی از پیامش ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر ابعاد این جنایت فجیع روشن بشه. مجموع سالهایی که بعضی فیلمهای مهرجویی در توقیف به سر بردن به حدود 25 سال میرسه، ولی از بین همه اونا داغ توقیف سنتوری بیش از بقیه بر دلش باقی مونده بود و حتی این اواخر میشد حسرت و رنج اونو تو کلامش پیدا کرد. برای حمایت از کانال لطفاً ویدیو رو لایک کنین. خبر قتل داریوش مهرجویی و همسرش شوک بزرگی به اهالی فرهنگ و سینمای ایران بود و هنرمندان و سلبریتی‌های بسیاری از جمله مهراب قاسم‌خانی، هستی مهدوی، فرهانیه توسلی، ساره بیات، یکتا ناصر، ارژنگ امیرفضلی، پرویز پرستویی، شبنم مقدمی، گلشیفته فرهانی، رضا کیانیان، رسول خادم، ساعد سهیلی، سارا بهرامی، عادل فردوسی پور، بهرام رادان، محسن تنابنده، نفیسه روشن، مریم معصومی، محسن کیایی، ابی، نیوشا زیغمی و غیره با انتشار استوری هایی در اینستاگرام به خبر قتل داریوش مهرجویی و همسرش واکنش نشون دادن. پس از مرگ کیومرث پور احمد، کارگردان نامدار ایرانی، این دومین اتفاق تکان دهنده در چند ماه اخیر برای سینمای ایران بود. امین حیایی هم زودتر از هنرمندان دیگه به محل حادثه رسیده بود. با هم قسمتی از صحبت هاش رو بشنوید. این سوال در واقع شبکه مجازی سر صحنه فیلم برداری بودیم، شبکه قصدی، که یه اون خبری که دیدیم اصلا کلن کار تعطیل کردیم، کارگردان گفت اصلا تو ماری نمیتونیم کار کنیم، که همون لحظه به فکر رسید بیمار دارد. پردیس احمدیه هم بعد از این اتفاق تلخ ویدیویی از پشت صحنه لامینور با حضور داریوش مهرجویی منتشر کرد که تو این ویدیو برای تموم شدن فیلم داریوش مهرجویی اشک می‌ریزه. پایان کار با موزه سینما، امیدوارم هیچ‌وقت این لحظه تموم نشه. بالاخره این شد. مستندی هم تو شبکه بی بی سی پخش شد به نام الماس در گام لامینور که بی پرده ترین مواضع تمام سالهای عمر مهرجویی رو نشون میداد و حداقل 2 بخش از این مستند به شدت وایرال شد که کنار هم گذاشتن این فکت ها بعضی رو قانع کرده که این یک قتل نشونه دار هستش. سر تو بهر دوستی که بلش کن یهوی آه چه موهای خوشگلی داری تو. حسین لامعی مستندساز با انتشار یک استوری از بازداشت قاتل مهرجویی خبر داد و به نظر میرسه که این فرد لب مرز بازداشت شده و اینکه اکانت تلگرام وحیده محمدی فر مجدداً فعال شده. فریار جواهریان، همسر اول داریوش مهرجویی و مادر 2 فرزندش مریم و صفا هم به قتل این کارگردان برجسته واکنش نشون داد و گفت از همه فامیلان، دوستان، آشنایان و دوست
دوستداران مهرجویی که پیام‌های مهرآمیز و تسلیت فرستادن صمیمانه تشکر می‌کنم. چه پایان تلخی، چه مرگ غم‌باری و ناشایسته برای داریوش و وحیده. در آستانه پیری هستم و هنوز از نبوده مادر و پدرم رنج می‌برم. وای به حال مریم، صفا و مونا. مونای کوچولو چطور یک شب بچه یتیم شد؟ با صدور دستور قضایی بلافاصله دادستان فردیس به همراه بازپرس ویژه قتل و تیم بررسی صحنه جرم در محل قتل حاضر شدند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در پیامی تاکید کرد که روشن شدن ابعاد قتل داریوش مهرجویی رو با جدیت مطالبه و پیگیری میکنه. وضعیت اجساد نشون میداد ابتدا داریوش مهرجویی به قتل رسیده بود. به نقل از یک منبع آگاه با چوب به سر او کوبیده شده و بعد از اینکه داریوش مهرجویی گیج شده شاهرگش رو زدن و جسدش رو مقابل آشپزخونه رها کردن. جسد همسرش وحیده محمدی فر در یکی از اتاق خوابها پیدا شده و گلوی او هم بریده شده، اما آثار بجامونده روی بدن این زن نشون میداد که با عاملان قتل درگیر شده و شکستگی هایی هم روی دست و پای اون وجود داشته. احتمال این داده میشه که ایشون با صدای درگیری که عاملان قتل با شوهرش داشتن هوشیار شده و حالت تدافعی به خودش گرفته. اونطور که خبرنگار جنایی مشاهده کرده بود، خونه داریوش مهرجویی در یک شهرک بزرگ که خونه ها همگی باغ ویلا هستن قرار داره و گفتن که به دلیل باغ ویلا بودن خونه ها و امنیتی بسیار عالی که این شهرک داشته، هیچ وقت در ورودی باغ ها بسته نبود و همه اهالی در ورودی رو باز میذاشتن و پشت خونه داریوش مهرجویی یک زمین بایره که به نظر میرسه عاملان قتل از اونجا وارد شدن و خونه شون آخرین خونه شهرک ویلاییه و بعد دیگه خونه‌ای وجود نداره. وکیل مرحوم مهرجویی عنوان کرده بود که احتمالاً قاتل آشنا بوده. زمانی که خانواده مهرجویی در سفر فرانسه بودن، یکی از بستگانشون از خونه مراقبت میکرد. اونا بعد از بازگشت متوجه نبوده دو سنتور تو خونه شده بودن و جمعه با اون آشنا منزل مهرجویی قرار گذاشتن که نیومد. داریوش مهرجویی روز جمعه به وکیلش گفته بود به خاطر اینکه اون خونه دیگه امنیت نداره، قصد داره هفته بعد اونجا رو ترک کنه و برای ادامه زندگی به تهران بره، اما متاسفانه کار از کار گذشت. و اما جالبه بدونین که طبق عکسای منتشر شده، جناب مهرجویی هنگام قتل لباس رسمی به تن داشته و انگار قرار ملاقات تو خونشون داشتن، اما وضعیت خونه نشون میداد عاملان قتل انگیزه سرقت نداشتن، چون اولا اشیای قیمتی زیادی در محل بوده که سرقت نشده، دوما عاملان قتل به مختصات خونه به طور کامل مسلط بودن. سگ‌های ویژه کشف قتل هم ردزنی‌هایی رو بر اساس رد خون مقتولین تو مسیر فرار قاتلان پیدا کردند و بالغ بر 4000 خط تلفن هم مورد رصد قرار گرفت. یک منبع آگاه ضمن اشاره به دستگیری چند متهم پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش از دستگیری باغبون این خانواده خبر داد. محمدی فر قبلا گفته بود خودمون باغبونی داشتیم که از ما سرقت کرد. تعداد بازداشتی های پرونده این قتل در انتها دو رقمی شد و تحقیقات از سوی بازپرس ویژه و پلیس آگاهی البرز در حال انجامه. مراسم خاکسپاری این دو هنرمند برگزار شد و بهرام رادان اجرای برنامه رو به عهده داشت. مسعود کیمیایی، بهمن فرمانارا، مونا مهرجویی تو این مراسم سخنرانی کردند. من بودم و کنجی و حریفی و سرودی، غم را که نشان داد، بلا را که خبر داد. امروز به مشایعت آن کسی آمدیم که از برجسته ترین پیشگامان سینمای این سرزمین بود. فرهاد آیش هم پیام تسلیت استاد علی نصیریان رو قرائت کرد. همینطور علی مصفا پیام فریار جواهریان و فرزندش صفا رو که خارج از کشورن قرائت کرد. مرضی برومند هم سخنرانی کرد و گفت با ما خوب باشید، ما کنار شما، یعنی حکومت. با اسرائیل و رژیم صهیونیستی هم می جنگیم و مردم به نشونه اعتراض ایشون رو هو کردن. اسرائیل و رژیم صهیونیستی هم می جنگیم، ولی دل ما خونه. شما با ما هم رو بکنیم.
هنرمندان و ورزشکاران مطرحی همچون هانیه توسلی، فرامرز غریبیان، فرهاد اصلانی، حسن پورشیرازی، وریا غفوری، رضا گلزار، محسن کیایی و پریناز ایزدیار تو این مراسم حضور داشتن و اشک و ماتم سینماگرانی مثل مانی حقیقی و رضا درمیشیان رو شاهد بودیم. اینجا حضور داشتی نرستش نمیدونم اصلا چی میتونم به زبون بگم و فقط خواستم این تشکر کنم بابت حضورتون که تکلیف شما اومدید و اینکه فقط یه چیزی میتونم بگم که الان من کاملا تنها احساسی که دارم اینه که مامان بابام بقیدم با ایستادم و شلوغم رو گرفتم و ازم بخواهی که سرپا بمیدم. این رو باید محاکمه بکشید. زنده باد آزادی، زنده باد آزادی، قاتلین میان من. ممنونم که تا پایان ویدیو همراه بودین. نظر شما چیه؟ این یه قتل معمولی بوده یا یه جنایت سازمانیافته؟ نظرات خودتون رو تو بخش کامنت ها برام بنویسید.